همکارم محمد رهبر در استودیو همراه ما هستن. محمد، خب به نظر میرسه که در کار احیای دوباره برجام به مشکلات پیچیده خورده ایران، هر دو طرف همدیگر رو متهم میکنن که دارن کارشکنی انجام میدن. از طرف دیگه هم شاهد این هستیم که تا مدت کم دیگه دولت رئیسی بر سر کار میاد، یک دولت تند رو. این موضوع چطور بازتاب داده شده در روزنامه ها؟ اتفاق شاید غیر منتظره ای نبود که این متفکرات برجامی به یک جایی برسه که تقریبا دوباره بنبست بشه. ما البته هیچ نمیدونیم که در اون متفکرات در مورد چی حرف میزنن، اما اون چی که هستش تضمینیه که ایران میخواد برای اینکه آمریکا دوباره از برجام خارج نشه، و تضمینیه که آمریکا میخواد برای اینکه هم در واقع فعالیت هسته‌ای ایران کاهش پیدا بکنه و هم اینکه فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای اون کاسته بشه. و به نظر میرسه آمریکایی‌ها یک قدری اعتماد خودشون رو کامل از دست دادن، شاید بیشتر از یک قدری، چون دولتی داره میاد که کاملاً تندروس و کسانی در اون هستن که می توانند که بعد از توافق حتی برجام رو عملی نکنند. و روزنامه آرمان ملی که آقای پیروز مشتهی‌زاده در اون مصاحبه کردن به همین نکات اشاره داره و توصیه کرده به رئیسی و دولتش که این نگاه ایدئولوژیک رو کنار بگذارید، چون ما نتایجش رو در 40 سال گذشته دیدیم که جز عدم پیشرفت و گرسنگی چیزی رو به همراه نداشته. توضیح هم داده در مورد این ماجرا که حتی اگر شما نگاه ایدئولوژیکتون رو کنار نذارید، میتونید با همون نگاه هم یه کاری در سیاست خارجی انجام بدین، یک تحولی انجام بدین. البته من نمیدونم چطوری این کارو میشود کرد، ولی آقای مشتهی‌زاده که اتفاقا نزدیکان جمهوری اسلامی هم هستش، به هر حال آنقدری تنافر نداره، لابد راهکاری داره. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه کیهان که امروز واقعا شاهکار کرده و یک مقاله‌ای در مورد طالبان نوشته و با این عنوان که در افغانستان چه خبر هست، یه نرمال سازی از طالبان انجام داده و گفته که چرا اینقدر میترسید از طالبان و اینها. حالا 80% افغانستان رو گرفتن، 70% به اینها کاری نداریم، مثل داعش که نیستن، سر نمیبرن که مناطقی رو گرفتن و در اونجا کشتار نکردن، به شیعیان هم کاری ندارن و اینطور به نظر میرسه دیگه اون طالبان قبلی نیستن. تمام داده ها اشتباه است، هم اتفاقا شیعیان رو کشتند، هم اینکه در مناطقی که گرفتند اون خدمات دولتی دولت افغانستان ندادند که هیچی، دوباره با زنها همون ستیز رو دارند. و کیهان گویا جز متحدین طالبان هستش و تهش هم که نگاه میکنیم میبینیم نظر آداب و رسومی که دارن با طالبان خیلی مشابهت دارن. اونها هم دموکراسی رو قبول ندارن، اونها هم در واقع با زنان مشکل دارن، با رسانه های آزاد مشکل دارن، با روابط با غرب مشکل دارن و تمام اینها یک قرابتی با طالبان میسازه که ما الان مشاهده داریم میکنیم که یک خوشنودی زیر پوستی رو اعظم روزنامه کیهان که اتفاقا در حاکمیت هم دستی دارند. اما میخوام بگم که این روی کرده در حقیقت سیاست خود ایران هست نسبت به طالبان دیگه. کیهان داره حرف خود حاکمیت رو میزنه در حقیقت. کیهان در واقع سخنگوی حاکمیت هست، سالها در اونجا برنامه‌ریزی کردن، با طالبان روابط برقرار کردن که آمریکا رو در افغانستان زمینگیر بکنن و حالا که آمریکا داره بیرون میره اینها دارن چنین کارو انجام میدن. ولی خب طالبان هم پای جمهوری اسلامی نخواهد ماند، این رو باید مطمئن باشیم که اونها هم به متحدین دیگری فکر میکنن یا حداقل تنوع متحدین. به روزنامه بعدی برسیم، رسالت، که این عکس آقای خامنه‌ای امروز در تمام روزنامه‌ها با این هیبت و شکل کار شده و این دفعه بهش گفتن مرد میدانی که رفته چنین واکسنی رو زده. ولی خب من فکر میکنم خیلی ها که این عکس رو میبینن باور نمیکنن که این همون واکسن ایرانی باشه که زده باشه. دلیل هم هست، دلیلش این هستش که آقای خامنه‌ای مثل ملکه زنبورها که در کندوی عسل همه به او وابسته هستند و همه حراست از او میشه، ملکه کندوی استبداد در ایران هست. هر بلایی سر او بیاد خیلی چیزها میلرزه. بعید هستش که یک واکسنی که تا به حال تجربه نشده، هیچ آگاهی درستی از اون نداریم، حتی از یه سری آزمایشات هم درست به در نرفته و انجام ندادن، یک باره بر او
تست بکنن و این رو باورپذیر نمیکنه بین مردم. هیچکس اعتماد نکرده بود، یعنی وقتی واکنش ها رو میدیدی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص، حتی یک نفر هم نگفته بود که 100%. احتمال داره که به خود آقای خامنه‌ای گفتن ایرانیه، بعد فایزر زده باشن که خیلی هم الان مصمم هستش و خودش فکر کنه که ایرانی هستش. ولی خب این عدم اعتماد مردم جای سوال داره. بله بله کاملا. خب به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه جوان که امروز یک مقاله نوشته و اصلاح طلبان رو دعوت کرده به سفره انتخابات و گفته که شما می توانید بیایید مثل عارف بشید، مثل کارگزارها بشید و خودتون در آینه نظام نگاه کنید و در واقع تمام شخصیتی که دارید رو به دور بریزید، هر اصلاحاتی هم که میخواد بکنید رو هم اسمش رو بذارید سلیقه و بنابر نظر نظام رعایت بکنید. و روزنامه آخری که من در نظر گرفتم روزنامه جهان صنعت هست با این تیتر که توهین به ملت و این عکسایی که می‌بینید. جالب این که آقای جهانپور یک توهینی به همه اونهایی که مدعی بودن که واکسن داخلی گران هست کرد و اصلا هم نه استعفا داد و نه اون توییت رو حذف کرد، فقط به خاطر این که به هر حال مردم رو اصلا نمی‌بینند و اونها رو انسان حساب نمی‌کنند. ممنونم از توضیحاتتون. محمد رهبر در استودیو همراه ما بودید.